ادامه کتاب رفیق زندگی و مرگ ارنستو چگوارا لئون پس از دستگیر شدن در سیوم سپتامبر از سوی بازجویان لشکر هشتم تحت بازجویی قرار گرفت ارتش به این ترتیب موفق شد اطلاعات دقیقی درباره نقشه ها، ترکیب نیروها و محل استقرار چه به دست آورد. ارتش بولیوی به سرعت به این نتیجه رسید که گوارا قصد دارد پس از عبور از تنگه های اطراف لایوگرا و پشت سر گذاشتن روستای پوکارا خود را به شهر بایگرانده برساند ارتش بلا فاصله نفرات خود را به ارتفاعات مشرف بر تنگه ها اعزام کرد معموریت این نیروها در درجه نخست سوق دادن مردان چه به سمت ارتفاعات بود زیرا در این مناطق پوشش گیاهی کمتر و قدرت دید سربازان در روز عملا صد در صد بود سربازان اگر در انجام این وظیفه شکست میخوردند باید سعی میکردند که چریک ها را در انتهای تنگه گیر انداخته و اجازه جابجایی به, به آنها ندهند اما در مقابل قصد و هدف چه در حین آن آخرین روزهای حیاتش نامشخص و, و مرموز بود پومبو معتقد است که ایده ی تسخیر شهر بایگرانده با وجودی که ممکن بود احمقانه به نظر برسد اما تا حدی معقول و منطقی بود چریک ها باید فکری برای مجروحین خود چینوی پرویی و مرخورو می کردند. چه برای مداوای آنها به دارو نیاز داشت جدای از این وی با تسخیر شهر بایگرانده می توانست حضور چریک ها را به اطلاع جهان خارج رسانده حلقه محاصره ارتش را شکسته و به سمت شمال شرقی در مسیر کوچابامبا و منطقه چاپاره حرکت کند بنیگنو بر وجوه نامعقول نقشه فوق تأکید کرده است از نظر او چه به سادگی خواهان درگیر شدن در یک نبرد باشکوه پایانی بود نبردی که مرگ بار باشد اما جاودانگی و عظمت را برای وی و یارانش به ارمغان آورد بنیگنو امروز میگوید اگر مهمترین خواسته چه به دست آوردن دارو برای معالجه مجروحین بود وی به راحتی می توانست به من یا یکی دیگر از کوبایی های عضو گروه دستور دهد که برای به دست آوردن دارو به بایگرانده برویم اما وی این کار را نکرد زیرا هدفش چیز دیگری بود چه در یاد داشته ما قبل آخر خود در 16 اکتبر 1967 در دفترچه خاطرات روزانه نوشت که چریک ها به یک پیرزن و دختر کتوله وی برخورد کرده و برای اینکه دهان پیرزن را بسته نگه دارند پنجاه پزو به وی رشوه دادند با این حال چریک ها حدس می که پیرزن اگر فرصتی بیابد سربازان را از حضور چریک ها در منطقه مطلع خواهد کرد چریک ها امیدوار بودند که با راه طی تی شب و مخفی شدن و استراحت کردن طی روز شاید بتوانند کمند محاصره ارتش را که لحظه لحظه در اطراف آنها محکم تر می شد، پاره کرده و از منطقه خطر خارج شوند. پیر زن همان گونه که چریک ها نیز از قبل پیش بینی کرده بودند بلافاصله خود را به نزدیک ترین پست ارتشی رساند و ارتش را از جا و مکان چریک ها مطلع ساخت. حلقه محاصره تنگتر شد. هفده چریک بعد از یک روز استراحت شبانی به قول چه در آخرین یادداشت خود در هفته اکتبر به قعر در یورو رسیدند. جایی که پوشش گیاهی به رغم بودنش نمی توانست حفاظ مناسبی برای چریک ها باشد. همزمان صاحب یک مزرعه سیب زمینی از آن سوی چشمه در زیر نور ماه مردانی را در دور دست تشخیص داد او گروهی از مردان ریشوی نحیف تفنگ به دست را میدید که بدنهایشان در زیر بار سنگین کول پشتی هایی که حمل می کردن خم شده است مرد مزرعه هیچ شکی نداشت که اینها همان چریک‌هایی هستند که ارتش به دنبالشان است او به سرعت پسر خود را به نزدیکترین پست ارتشی که در چند کیلومتری مزرعهاش قرار داشت فرستاد کاپیتان گری پرادو سالمون فرمانده پست ارتشی مطمئن شد که خبرهای قبلی در مورد حضور چریکها در منطقه صحت دارد او بلافاصله اقدام به یک کمین گذاری کلاسیک برای بدام انداختن چریک ها کرد سربازان همچنین مسیرهای ورودی و خروجی دره را مسدود کرده و در ارتفاعات مشرفه به دره مستقر شدند به این ترتیب آخرین نبرد چه در شرف آغاز بود چگوارا با وجودی که کاملا مطمئن نبود که ارتش پی به حضور گروهش برده یا نه دستورات لازم را برای نبرد از قبل صادر کرده بود او گروه چریک ها را به چند جوخه کوچک تقسیم کرد و به هر یک از آنها دستور داد که راهی برای خروج از دره بیابند بنیگنو و پاچو به محض طلوع خورشید دریافتند که پیشا پیش ده ها سرباز در ارتفاعات مشرف بر آنها مستقر شده اند چه دو گزینه در برابر خود داشت یا عقب نشینی به پشت دره و امید بستن به این که سربازان به آنجا نخواهند آمد یا ساکت ماندن تا فرا رسیدن شب و امید بستن به اینکه ارتش متوجه حضور آنها نخواهد شد او راه دوم را انتخاب کرده به مردانش دستور داد که در صورتی که نیروهای ارتشی پی به حضور آنها بردند بلافاصله موضع دفاعی به خود بگیرند در حدود ساعت یک و بعد از ظهر 18 اکتبر یکی از جوخه های جلودار چریک ها در دهانه دره هدف گلوله های سربازان قرار گرفت جوخه های چریک ها از هم جدا افتادند پوشش گیاهی و پر از صخره دره باعث شده بود که چریک ها نتوانند یکدیگر را ببینند و با هم ارتباط برقرار کنند کمی بعد دو هواپیمای جت و یک هلیکوپتر بر فراز منطقه به پرواز درآمدند اما اقدام به بمباران یا گلوله باران دره و تپه ها نکردند جوخه چه مرکب از هفت چریک سنگ در عقب نشینی کرد زیرا قادر به تحمل آتش نیروهای ارتشی به مدت طولانی نبود چه گروه خود را به دو بخش تقسیم کرد دسته اول شامل مجروحین و افراد ضعیف و دسته دوم شامل خودش و دو نفر دیگر که وظیفه داشتند از دسته اول نیز حفاظت کنند چند دقیقه بعد تفنگ ام یک چگوارا یا به سبب اصابت گلوله یا به هر دلیل دیگری از کار افتاد متعاقبا گلوله ای به مایچه ی ساق پای چه اصابت کرد این جراحت مرگبار نبود اما راه رفتن را برای وی دشوار ساخت ویلی یا سیمون کوبا یکی از بولیویایی های عضو گروه مویسس گوارا سعی کرد چرا به سمت یک پشته کوچک بکشاند او در یک دست مسلسل داشت و با دست دیگر در زیر شانه ی فرمانده اش را گرفته بود آنیستوریناگا دیگر چریک بولیویایی نیز درست پشت سر آنها بود در همین زمان سه سرباز جوخه ی گریپرادو متوجه آنها شدند سربازان منتظر شدند تا چریک ها از یک صخره کوچک بالا روند تا کاملا در معرض دید آنها قرار بگیرند سربازان سپس در حالی که چریکها را در تیررس خود داشتند فریاد کشیدند اسلحه هایتان را پایین بیاندازید و دست هایتان را بالا ببرید چه نمی توانست شلی کند زیرا تفنگش از کار افتاده بود و هیچ خشابی هم نداشت ویلی هم از تیراندازی خودداری کرد حالا یا به دلیل اینکه نتوانسته بود با یک دست تیراندازی کند یا به دلیل اینکه تشخیص داده بود عاقلانه ترین کار تسلیم شدن است در برخی از گزارش ها و نوشته ها آمده است که چگوارا در این لحظه خطاب به سربازان گفت شلیک نکنید من چگوارا هستم زندگی من برای شما بیشتر از مرده ارزش دارد روایت های دیگر که از طرف منابع ارتشی مطرح شده آمیخته با آب و تاب است که باید در درستی آنها تردید کرد برای مثال در یکی از این روایت ها آمده است که چگوارا در لحظه دستگیری خطاب به سربازان گفته بود من چگوارا هستم و شکست خورده در روایت دیگری که معقول تر به نظر می رسد ویلی پس از اینکه تفنگش را به زمین می اندازد خطاب به, به, دو سرباز بولیویایی عصبی و خسته که تفنگهایشان را به طرف آنها نشانه گرفته و نمیدانستند چه کار باید بکنند می گوید لنتی ها این فرمانده گوارا است و شما باید با وی محترمانه برخورد کنید. کاپیتان گری پرادو فاصله از خبر دستگیری چه توسط سربازانش مطلع شد او در حالی که تیراندازی ها در قره در هنوز ادامه داشت خود را به چه رساند و بعد از بررسی کوله پشتی چه و اطمینان یافتن از درستی هویت وی با مقر ارتش هشتم تماس مخابراتی گرفت و در حالی که بسیار هیجان زده بود به اطلاع آنها رساند که چه گوارا را دستگیر کرده است اقدامات بعدی بیش و کم مفصل و طولانی بود پرادو با پای پیاده چرا تا لایگوه که در دو کیلومتری آنها واقع شده بود همراهی کرد پشت سر آنها صف کوتاه چریک های اسیر خاطر هایی که جنازه های چریک ها را هم می کردند سربازان مجروح و سپس صدها روستایی تماشاچی دیده میشد چرا پس از رسیدن به لایوگرا به داخل اتاقی در یک مدرسه محلی که کف گلی داشت انداختند ویلی را هم در اتاق بغلی زندانی کردند سربازان و افسران ارتش تمام طول شب را به افتخار پیروزیشان به میخارگی و خوشگذرانی پرداختند در همین حال فرماندهی عالی ارتش در لاپاز در فکر این بود که با این چهره افسانه‌ای و مشهوری که به اسارت گرفتهاند چه باید بکند چه اندکی در داشت و آشکارا افسرده بود اما به نظر نمی رسید که برای مردن آماده است هرچند که احتمالا به این موضوع می اندیشیده اگر بپذیریم که چه موقع دستگیریش گفته بود زنده من برای شما بیشتر از مرده ارزش دارد پس احتمالا نمی بمیرد چه احتمالا به این نتیجه رسیده بود که حکومت بولیوی ترجیح می دهد که وی را به جای اعدام محاکمه کرده و دستگیریش را همچون نماد یک پیروزی بزرگ علیه دخالت بیگانگان در بوخ و کرنا کند اما اوضاع و احوال طور دیگری شد گری پرادو و آندرس سلیچ در نیمه های شب سعی کردند از گوارا بازجویی کرده و به نوعی با وی ارتباط برقرار کنند رفتار پرادو معدبانه اما رفتار سلیچ متکبرانه بود در هر حال آنها هیچ توفیقی در بازجویی هایشان به دست نیاوردند در حدود ساعت شش و نیم صبح یک هلیکوپتر از شهر بایگرانده با سه سرنشین آزم لایگرا شد این سه سرنشین عبارت بودند از سرهنگ نینو من خلبان هلیکوپتر سرگرد خواکین سنتنو رئیس لشکر هشتم بولیوی و فلیکس رودریگز معمور آمریکایی کوبایی تبار سیاه رودریگز بعدها دو دلیل برای حضورش در این مأموریت ویژه ذکر کرد نخست ارتش بولیوی از این طریق میخواست به آمریکایی ها بگوید که برای حمایت آنها ارزش قائل است و دلیل دیگرش هم این بود که ارتش و حکومت بولیوی میخواست را از دستگیری چگوارا مطمئن سازد رودریگس همچنین دستور داشت که پرسش هایی را از چه بپرسد و از وی و یادداشت‌هایش هایش عکس برداری کند ارتش بولیوی با معزل بسیار بزرگی روبرو بود مجازات اعدام از مدتی پیش در بولیوی لغو شده بود و این کشور عملا هیچ زندان مجهز و مطمئنی برای نگهداری طولانی مدت چگوارا نداشت صرف اندیشیدن به برپایی یک دادگاه نیز لرزه به اندام پرزیدنت توز جنرال اوراندو و خوان خوسه تورس رئیس ستاد ارتش بولیوی میانداخت حکومت بولیوی در پی محاکمه رژیس دوبره فشارهای خارجی بسیار سنگینی را تحمل کرده بود کاملا قابل پیش بینی بود که در صورت محاکمه گوارا که شهرت و محبوبیت جهانیش بسیار بیشتر از رژیس دوبره بود غوغای بزرگی به راه بیفتد و فشارهای سنگین بین المللی به حکومت بولیوی وارد شود حتی این احتمال می رفت که کوبا وسوسه شود کماندوهای خود را برای نجات جان فرمانده گوارا به بولیوی گسیل داده یا با توسل به گرانگانگیری خواهان معامله بر سر آزادی چگوارا شود. محاکمه چگوارا سناریوی کابوسواری برای سه حاکم نظامی بولیوی بود. حاکمانی که سرنوشت چه گوارا را در دست داشتند همچنین تحویل دادن چه به آمریکایی ها نیز گزینه قابل قبولی برای حاکمان بولیوی نبود سنت ملی گرایانه ارتش بولیوی اجازه چنین کاری را به آنها نمیداد. وانگهی در صورتی که حکومت بولیوی چرا به آمریکایی ها تحویل میداد، آن وقت این ادعای کوبایی ها درست از کار در می آمد که آمریکا در مبارزه ضد شورشی بولیوی نقش اصلی را داشته و ارتش بولیوی هیچ کاره بوده است. به این ترتیب مقامات بولیوی آمدانه آگاهانه و متفقا تصمیم گرفتند که چگوارا باید در سریع ترین زمان ممکن و قبل از غیرقابل تحمل شدن فشارهای خارجی اعدام شود یکی دو ساعت مانده به ظهر دستور اعدام چه از لاپاز به ایلایگوه را رسید. گیرنده دستور فلیکس رودریگس مسئول امور مخابراتی بود که آن را به سرگرد خواکین سنتنو منتقل کرد. سنتنو بلافاصل جوخه ای از سپاهیان تحت امرخیش را معمور اجرای حکم تیرباران کردند. اعضای جوخه پس از گرفتن تعداد زیادی عکس یادگاری تصمیم گرفتن با انجام قرعه کشی فردی را که باید حکم اعدام را اجرا کند مشخص کنند قرعه به نام سوتوان ماریو تران افتاد تران به سراغ چه رفت چه با موهای ژولیده و پای زخمی بر کف گلی اتاق تاریک و نمور مدرسه دراز کشیده بود او افسرده بود اما همچنان جسور و شجاع مینمود تران در کشیدن ماشه تردید کرد چه سعی کرد اعدام کننده خود را تشویق به کشیدن ماشه کند اما وی نتوانست شلیک کند ترام برگشت چند جرعه اسکاچ سر کشید و دوباره به سراغ چه آمد و این بار شش گلوله در بدن وی خالی کرد یکی از گلوله ها قلب چه را شکافت و جان وی را فورا گرفت بنا به ادعای سرگرد آرنالدو ساستو رئیس ضد اطلاعات لشکر هشتم ارتش بولیوی و مقام مسئول برای تهیه گزارش رسمی از لحظات پایانی زندگی چگوارا آخرین حرف های چگوارا به شرح زیر بود میدانم که قصد کشتن مرا دارید من نباید هرگز زنده به دست شما می افتادم به فیدل بگویید که این شکست به معنای پایان انقلاب نیست انقلاب در جای دیگری پیروز خواهد شد به همسرم بگویید که این ماجرا را فراموش کند دوباره ازدواج کند و شاد باشد و مواظب باشد که بچه ها در تحصیلاتشان موفق باشند از سربازان جوخه تیرباران بخواهید که خوب هدف گذاری کنند جنازه چرا به پایه های هلیکوپتر سرگورد سننتو بستند و سپس هلیکوپتر به سوی بایگرانده پرواز کرد در بایگرانده پس از شستشوی جنازه آن را روی سکوی سیمانی رخشوی خانه بیمارستان شهر قرار دادند تا در معرض نمایش عکاسان و خبرنگاران قرار بگیرد گرچه حکومت بولیوی با طرح این ادعا که چگوارا در نبرد کشته شده سعی کرد ماجرای اعدام خون سردانه وی را مخفی نگه دارد اما این ترفند سریعا نقشه بر آب شد پزشکانی که در بعد از ظهر نهم اکتبر در بایگرانده جنازه چه را معاینه کردند اعلام کردند که وی کمتر از پنج ساعت پیش کشته شده است این در حالی بود که چه در 8 اکتبر دستگیر شده بود به عبارت دیگر در پی اعلام پزشکان مشخص شد که مرگ چه در عواسط روز نهم اکتبر یعنی یک روز پس از دستگیریش به وقوع پیوسته و نه در 8 اکتبر به هنگام نبرد علاوه بر این صدها نفر با چشمان خیش شاهد انتقال چگوارای اسیر از دره یورو به روستای لایگوئرا بودند به زودی همه ی روزنامه نگارانی که در اطراف بیمارستان بایگراند جمع شده بودند پی بردند که ارنستو گوارا لا سرنا اعدام شده است. روز بعد جنازه چه ناپدید شد گرچه ژنرال اواندو ابتداعا دستور داده بود که دستها و سر چه را از بدن وی جدا کرده برای تشخیص هویت وی و ما بقیه جسدش را بسوزاند تا از شکلگیری یک زیارتگاه احتمالی در آینده جلوگیری شود اما تاریخ مسیر دیگری را طی کرد تعداد زیادی از افسران ارتش بولیوی که درگیر موضوع بودند و همچنین گوستاو و بیلولدو مقام کوبایی تبار سیا در بولیوی با سوزاندن جنازه چه مخالفت کردند آنها فقط با بریدن دستان وی موافقت کردند دستان چه پس از اینکه از بدنش جدا شد در محلول فرمال دهید گذاشته شد دستان قطع شده چه برای بیش از یک سال در بولیوی نگهداری شد تا اینکه به نحو مرموزی مخفیانه از کشور خارج و به کوبا منتقل شد گفته شده که فیدل آرزو داشت که دستان چه را در یک آرامگاه باشکوه در هاوانا دفن کند اما خانواده چه با این کار مخالفت کردند دستانه چه عاقبت به کاخ انقلاب کوبا انتقال یافت تا گهگاه در معرض نمایش سران و مقامات خارجی قرار بگیرد سه معما در مورد زندگی و مرگ چگوارا همچنان حل نشده باقی مانده است این معماها درباره موضوعات متفاوتی است ایالات متحده آمریکا چه نقشی در اعدام چگوارا داشت آیا چگوارا در آرزوی مرگ بود و آن را انتظار میکشید یا در آرزوی مرگ نبود اما نهایتا منج... مجبور به پذیرش مرگ شد و دقیقا چه بر سر جنازهاش آمد در نسخه کوبایی مرگ چگوارا آمده است که بارین توس رئیس جمهوری بولیوی موقعی که از دستگیری چگوارا مطلع می شود بلا فاصله با سفیر آمریکا در بولیوی دیدار می کند و همان شب او از وی دستور اعدام چه را دریافت می کند. داگلاس هندرسون سفیر سابق آمریکا در بولیوی در تمامی مصاحبه ها و اظهاراتی کتاب به حال کرده و از جمله مصاحبه هایش با نویسنده این کتاب این ادعای کوبایی ها را به شدت تکذیب کرده است. بنا به گفته هندرسون او در آن شب نه فقط با رئیس جمهوری بولیوی هیچ دیداری نداشت بلکه حتی طرف مشورت هیچ یک از مقامات بولیویایی نیز قرار نگرفته بود هندرسون میگوید دلیل اینکه بولیویایی ها میلی به شنیدن توصیه های من نداشتند کاملا معلوم بود من چند ماه قبل قویا مخالفت خودم را با اعدام رژیس دوبره اعلام کرده بودم و لذا مقامات بولیویایی حدس میزدند که این بار هم اگر طرف مشورت آنها قرار بگیرم قویا با اعدام گوارا مخالف خواهم بود. بقیه شاهدان جملگی روایت فوق را تایید می کنند. هرچند که باید توجه داشت که روایت مذکور در راستای منافع شخصی این افراد نیز هست فلیکس رودریگز در کتاب خاطراتش سراحتا تاکید کرده است که وی به عنوان فرد مسئول امور مخابراتی دستور اعدام چرا از مقامات بلند پایه بولیوی در لاپاز دریافت کرد رودریگز فاصله با مقامات ارشد خود در ساختمان مرکزی سیا در واشنگتن تماس گرفت و خواهان نظر آنها شد. اولین چیزی که آنها در واشنگتن به ما گفتند این بود که بولیویایی ها قصد دارند کار زندانیانشان را تمام کنند و ما باید از همه وسایل استفاده کنیم تا چه گوارا را زنده نگه داریم. تا بعدا وی به پاناما انتقال داده شود از نظر دیگر معموران سیا در بولیوی رودریگز احتمالا در باره نقش خود در ماجرای دستگیری و اعدام چگوارا غلو و بزرگ نمایی کرده با این حال آنها تأیید می کند که اصل حرف و ادعای رودریگز درست است جان تیلتون رئیس دفتر سیا در لاپاس که طی روزهای دستگیری و اعدام چه در بولیوی حضور نداشت نیز در مجموع نقط نظرات رودریگز را تعیید کرده است گوستاو و بیلولدو رئیس تیم عملیاتی سیا در بولیوی نیز روایت می کند که به محض رسیدنش به بولیوی برای دیدار با رئیس جمهوری بولیوی به اقامتگاه وی رفته و از وی پرسیده بود اگر ما چه را زنده بگیریم شما با او چه کار خواهید کرد؟ و رئیس جمهوری جواب داده بود اگر او زنده دستگیر شود بلا فاصله محاکمه و به مرگ محکوم خواهد شد. گری پرادو تنها افسر بازمانده از ارتش بولیویست که در حوادث مرتبط با دستگیری و اعدام چه مستقیما درگیر بود بقیه افسرانی که در اعدام چه نقش داشتند چند سال پس از این حادثه درگذشتند تو گویی مرگ زود هنگام آنها ثمره نفرین چه بوده است پرادو تأکید کرده است که تصمیم گیرنده درباره مرگ چه حکومت بولیوی بود پرادو گرچه از اعدام چگوارا متاسف بود زیرا وی را آدمی باورمند به آرمانهایش میدانست اما امروزه معتقد است که تصمیم برای اعدام وی از نقطه نظر منافع حکومت و ارتش بولیوی تصمیم خردمندانه ای بوده است پرادو احتمالا موثق ترین شهادت درباره وضعیت ذهنی چگوارا را در آخرین ساعت زندگیش ارائه کرده است. پرادو از گفت و با چگوارای زندانی یاداش برداری کرده بود وی بعدها از این یاداشت ها در کتاب خود منتشر شده در سال 1987 استفاده کرد گوارا در آن لحظات پایانی به, زندانبان خود از کرد که انتخاب بولیوی برای آغاز نبرد مسلحانه احتمالا انتخاب خیردمندانه ای نبوده اما از طرف دیگر تأکید کرد که انتخاب مسکور انحصارا توسط وی صورت نگرفته بود چگوارا به زندانبانش گفت پرشورترین ترین حامیان این انتخاب خود بولیویایی ها بودند او همچنین از پرادو پرسید که چه بر سر وی خواهد آمد پرادو در جواب گفت که وی از رادیو شنیده که اگر چگوارا توسط لشگر هشتم دستگیر شده باشد در سانتا کروز محاکمه خواهد شد و اگر توسط لشگره چهارم دستگیر شده باشد در کامیری محاکمه خواهد شد علاوه بر این پرادو تاکید می کند که شیوه ای که چه دستگیر شد بالا رفتن از تپه و تلاش وی برای خروج از دره گویای آن است که وی میخواسته زنده بماند نه اینکه بمیرد اگر او خسته مردن داشت می توانست مدت بیشتری را در قره دره بماند و به نبرد ادامه دهد اما او به جای این کار سعی کرد از در خارج شود موقعی که چگوارا دستگیر داشت دستگیر شد روحیه خوبی نداشت اما بعد از اینکه رفتار مناسب ما را با خودش دید روحیهاش بهتر شد رودریگز هم به خاطر میآورد که چگوارا ظاهرا در این فکر بود که وی را محاکمه خواهند کرد نه اعدام رودریگس میگوید زندانی پس از اینکه فهمید قرار است به زودی وی را اعدام کنند رنگ از چهره باخت نهایتا شهادت های ساکنین لایگورا که هر یک بنا به دلیلی مثلا غذا دادن با چه گووارای زندانی تماس داشتند و با وی حرف زدن نیز موجود است آنها هم اظهار کرده اند که مرد زندانی نه تنها روحیه کسی را نداشت که انگار قرار از چند ساعت دیگر کشته خواهد شد بلکه اراده زندانی زندگی کردن در وی بسیار قوی بود خولیا کورتس معلم مدرسه لایگورا که غذا برای چگوارا برده بود میگوید چگوارا از من به خاطر غذایی که برایش برده بودم تشکر کرد و درباره وضعیت آموزش و پرورش در لایگورا با من گپ زد چه از من خواست که جویا شوم دستگیر کنندگانش چه تصمیمی درباره وی اتخاذ خواهند کرد او سپس گفت نمیدانم چه تصمیمی در سر دارند شاید اعدامم کنند اما تصور میکنم بیشتر به نفع آنهاست که مرا زنده نگه دارند زیرا زنده من برای آنها ارزش بسیار زیادی دارد او ظاهرا تصور می‌کرد که زنده خواهد ماند او به من گفت که مرا فراموش نخواهد کرد به احتمال زیاد ارنستو گوارا با شجاعت بسیار زیادی با مرگ روبرو شد با همان شجاعتی که وی در تمامی طول زندگیش آن را پرورش داده و تقویت کرده بود اما او در عین حال همان ترس و یأسی را در مواجهه با مرگ احساس می کرد که هر انسان عاشق زندگی در لحظه مواجهه با مرگ باید احساس کند روزنامه نیویورک تایمز در نوامبر 1995 مقاله بلندی را مبتنی بر اظهارات ماریو بارگاس سالیناس ژنرال بازنشسته ارتش بولیوی چاپ و منتشر کرد بارگاس که طراح و معمار عملیات کمپین گذاری در بانو دلیوسو عملیات نابودی گروه خواکین بود در این مقاله ادعایی را بازگو کرد که قبلا هم گفته بود و دیگر افسران بولیویایی مثل لو، لویز رکیو تران نیز در خاطرات خود متذکر شده بودند برخلاف عقیده عموم جنازه گوارا سوزانده نشد بلکه در حاشیه باند فرودگاه بایگراند دفن شد از آنجایی که اظهارات مذکور این بار در نشریه مشهوری مثل نیویورک تایمز درد شده بود حکومت بولیوی بلافاصله گروهی را به فرودگاه قدیمی بایگراند فرستاد تا با یه جنازه چه و یارانش را پیدا کنند. کارشناسان جنایی آرژانتینی هم روانه بولیوی شدند. متعاقبا کارشناسان کوبایی نیز به شهر قدیمی بایگرانده در جنوب شرقی بولیوی رفتند. حدود 20 ماه بعد در جولای 1997 بقایای چند جنازه در نزدیکی باند فرودگاه بایگرانده کشف شد حکومت کوبا رسما اعلام کرد که یکی از این جنازه ها متعلق به چگوارا است کارشناسان آرژانتینی نیز تلویحا این ادعای حکومت کوبا را تایید کردند هرچند که برخی از کسانی که در ماجرای دفن جنازه چگوارا نقش داشتند مثل فلیکس رودریگز در این خصوص ابراز تردید کردند گرچه سده طول کشید تا روشن شود قصه سوزاندن جسد چگوارا دروغ بوده اما همیشه دلایل محکمی وجود داشته که جنازه وی را دفن کرده اند علاوه بر این سنت سوزاندن جسد در کشور به شدت کاتولیکی مثل بولیوی هرگز وجود نداشت سوزاندن جسد در قیاس با دفن جسد به نفرات بیشتری نیاز دارد و اگر جنازه چه در شب نهم اکتبر 1967 در بایگرانده واقعا سوزانده شده بود پس باید افرادی که در این کار مشارکت داشتند یا شاهد قضیه بودند طی سالها و دهه های بعد به نحوی قضیه را لو می دادن. اما هرگز هیچ کس ادعا نکرد که شاهد سوزاندن جنازه بوده است یا در این کار مشارکت داشته است گوستاو بیلولدو در روزی که چگوارا اعدام شد در لایگویرا نبود اما از راه دور در جریان حوادث قرار داشت وی اندکی پس از اعدام چه خود را به بایگرانده رساند بیلولدو به گفته خودش فرد مسئول در دفن جنازه چگوارا بود من چه گوارا را دفت کردم او هرگز سوزانده نشد من اجازه این کار را ندادم به همان دلیلی که قویا با مسله کردن بدنش مخالفت کردم من در سپید دم صبح روز بعد جنازه چگوارا را همراه جنازه دو چریک دیگر در پشت یک وانه تنداختم یک راننده بولیویایی و اگر اشتباه نکنم یکی از دستیاران بارینتوس نیز مرا همراهی می کرد ما به فرودگاه بایگرانده رفتیم و جنازه ها را در آنجا دفن کردیم من می توانم محل دفن را فورا شناسایی کنم آنها اگر خوب آنجا را بگردند حتما محل دفن را پیدا خواهند کرد جنازه چگوارا را راحت می توان شناسایی کرد چون دستانش را قبلا بریده بودند اما هرگز اجازه ندادم مسلحش کنند در لایگورا هنوز هم برق نیست وضعیت این شهر کوچک همانقدر اصف انگیز و مصیبت بار است که سی سال پیش هنگام مرگ چگوارا بود. از این حیث قربانی شدن چه بی سمر بود. تأثیر وی بر زندگی های این دهقانان فقیر و فراموش شده جنوب شرقی بولیوی اندک و کم دوام بود. انقلاب کوبا نیز به نوبه خیش به داشتن یک رابطه نزدیک کم دوام با اندیشه های چگوارا طی چند ماه پس از مرگ وی به سرعت او را پشت سر گذاشت اتحاد کوبا با شوروی در پی سرکوب بهار پراگ از نوع احیا شد فیدل کاسترو در سال 1970 هدف استحصال ده میلیون تن شکر را به عنوان یک کارزار ملی مقدس اعلام کرد به این ترتیب حکومت کوبا خط بطلانی بر آرمانهای اقتصادی و اجتماعی کشید که چگوارا سالها برای تحقق آن جنگیده بود و نهایتا اینکه گرچه ماجراجویی های انقلابی انترناسیونالیستی کوبا تا دهه 90 میلادی ادامه یافت و در قیاس با تلاش های مشابه چگوارا در دهه 60 به موفقیت های بیشتری نیز منجر شد اما همه این اق... داماد به نحو مفتزهانه و بیسمری با شکست مواجه شدند. به این ترتیب این پرسش ها در ذهن پدید می آید که پس میراس چگوارا را باید در کجا جستجو کرد؟ پس چگوارا چه تأثیری در جهان پیرامون خود گذاشت؟ همزمان با ادامه یافتن خصوصیات متمایز نسل دهه 60 در دهه های بعد پیوند این نسل با چگوارا در بردارنده یک همزیستی تقریبا جادویی میان نماد و روح زمانه بود پیوندی مبتنی بر یک قرابت واقعی آن ترکیب منحصر به فرد از متغیر قدرت مطلق و ایثارگری و تکبر و وارستگی طرز نگرش بخش های گسترده ای از جوامع و انسان های تازه بیدار شده را باستاب می داد. اگر توده ها و جنبش ها این همه شبیه به هم بودند پس نمادهای آنها هم باید شبیه به هم می بودند. دلیل حضور دائمی چه در دهه های بعد را احتمالا باید در ذات عملا جهانی مخالفت های سال 1968 جستجو کرد. چه نهایتاً نهایتا به آنجا رسید که توانست بلند پروازی ها و باورهای شست و هشتی ها را در برکلی و پراگ مکزیکو و پاریس کوردوا و برلین تجسم بخشد. مطمئنا در وجود گسترده این تجانس و همگونی تفاوتهایی وجود داشت دانشجویان فرانسوی بخش طلایهداری بودند که در عین حال طبقه متوسط وسیع ناخشنود و خسته کشورشان را نیز نمایندگی میکردند در مقابل دانشجویان مکزیکی قتل عام شده به اقلیت روشنفکر فکر و بینظیری تعلق داشتند که در آن جامعه عمیقا منقسم به طرز علاج ناپذیری نامتناسب و, و نخبهگرا به نظر می رسیدند. با این وصف دقدقه چگوارا در مورد ایجاد تغییر با اتکاب قدرت مطلقه خاست و اراده در همراهی با رشد چشم گیره تعداد دانشجویان در سرتاسر سر کره خاکی جهان شمولی تازه ای را به وجود آورد که نمودش در کشورهای غنی بیشتر از کشورهای فقیر بود. ارقام و آمار ارزش یادآوری دارند در سال 1960 در آمریکا فقط 16 میلیون جوان 18 تا 24 ساله وجود داشت اما در سال 1970 این رقم به 25 میلیون نفر رسید که یک رشد 50 درصدی را طی 10 سال نشان می‌دهد دانشجویان فرانسوی از دویست و یک هزار نفر در سال 1961 به و چارده هزار نفر در سال 1968 افزایش یافتند. در ژاپن تعداد دانشگاه ها از 47 عدد در سال 1945 به 236 عدد در سال 1960 افزایش یافت. نرخ رشد دانشجویان در آمریکا نیز بسیار بالا بود. در سال 1960 3 میلیون دانشجو در آمریکا تحصیل می کردند اما در آگوست 1964 این رقم به 4 میلیون نفر بالغ شد رقم مذکور در سال 1965 از مرز 5 میلیون عبور کرد و تا سال 1973 دو برابر شد تا قبل از جنگ جهانی دوم فقط 14 درصد از فارغ التحصیلان در بیرستان های آمریکا به کالج می رفت اما در سال 1961 این رقم به 38 درصد و در سال 1971 به بیش از 50 درصد بالغ شد در شیلی، برزیل و مکزیک سه کشور آمریکای لاتینی که قیام های دانشجویی گسترده ای را در حین دهه 60 تجربه کردند، تعداد دانشجویان طی یک دهه به میزان دویست تا 400 درصد افزایش یافته بود. به تعبیر بیتل ها جاده حقیقتا یک جاده طولانی و پرپیچ و خم بود این جاده از اوایل دهه شست قبل از مرگ چه شروع شد و در اواخر دهه شست پس از مرگ چه پایان یافت. در انتهای این مسیر طولانی و پرپیچ و خم گرچه همه جنبش ها متلاشی شدند اما وجوهی از آنها به هیته نوستالژی و به هیته تأثیر گذاری های طولانی تر و عمیق سوق یافتند آغازگر این مسیر رشد ناگهانی جمعیت در دوران پس از پایان جنگ جهانی دوم در غرب و سپس افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان در دهه های 60 و 70 در گوشه و کنار جهان

دانشجویان خشمگین در بروکلی کلمبیا و نانتری ابتدا بر علیه مقررات سفت و سختی که در خوابگاه هایشان حاکم بود دست به شورش زدند سپس میسیسیپی آمریکا شاهد تظاهرات گسترده سیاه پوستان برای احقاق حقوق مدنیشان بود و در ادامه انواع تظاهرات علیه جنگ ویتنام علیه حکومت دیکتاتوری در مکزیک و علیه نظامهای کمونیستی سرکوبگر در اروپا شرقی به وقوع پیوست دانشجویان طی مدت کوتاهی به سرعت سیاسی شدند آنها حالا خواستار براندازی وضع موجود بودند و فرهنگ و سیاست دیگری را طلب می کردند این جریان نهایتا از مباحث بیپایان در سالن سینمای اودئون پاریس در سال 1968 به موسیقی راک، مواد مخدر و سکس در فستیوال های موسیقی و داستاک ختم شد. این عبور از سیاست به فرهنگ بسیاری را متعصل و ایران را امید کرد. اما چنان تغییر شکلی در جوامع غربی به وجود آورد که در غیر این صورت جوامع مسکور احتمالا همچنان ایستا و راکت باقی می ماند. اما ده شستی ها قبل از به جا گذاشتن مهر و نشان فرهنگی دیرپا پا ترخیش بر جهان یک خط سیاسی را نیز دنبال کردند هرچند که این خط الزامنان چیزی نبود که آنها بیش از همه انتظارش را داشتند نخوت این جوانان انقلابی پرنشات و گم کرده راه مبتنی بر یک اصل ضروری بود که حتی امروز نیز معنا میدهد و در تناسب با زمانه ماست این جوانان پرشوری که صرفا با اتکاب قدرت اراده قصد داشتند جهان را به صورت ریشهای تغییر شکل دهند تا حد بسیار زیادی حق داشتند برای آخرین بار در قرن بیستم و بیشک برای یک مدت طولانی تا زمانهای بعد تلاش برای تغییر دادن نظم کهن منطقی به نظر می رسید. این فرصت تاریخی بعدها با تلاشهای های موفق تری در دیگر انواع تغییر شکل ها دنبال شد نابودی جهان سوسیالیسم و پای ریزی یک نظم کاپیتالیستی یا براندازی دولت رفاه ملی و اقتصاد کینزی اما دیگر هرگز بخش های وسیعی از جوامع متفاوت در صدد بر نیامدند که دنیا را از مبدع وضع موجود یا از مبدع هر واقعیت موجود دیگری تغییر دهند. دههی شستی ها در پی آن بودند که دنیا را از مبدع یک آرمان اتوپیایی تغییر دهند و این آرمان عبارت بود از ساختن جهانی که به سادگی هرگز تا پیش از این در هیچ جای دیگری وجود نداشت در چکسلواکی بهار سال 1968 حقیقتا آخرین وقت برای تغییر مسیر و تغییر روح سوسیالیسم پادگانی را عرضه کرد. تجاوز نظامی شوروی به چکسلواکی در آگوست 1968 هر احتمالی را برای اصلاحات در بلوک اروپای شرقی را از بین برد اقدامی که اتحاد شوروی 20 سال بعد هزینه سنگین آن را پرداخت کرد شاید رژیم های استلا... استالینیستی اصلاح پذیر نبودند اما در آن زمان تلاش های اصلاح طلبان هم محتمل و هم عملی قهرمانانه به نظر می رسید. همچنین جنبش های گسترده دانشجویی و کارگری در فرانسه و ایتالیای آن سالها حکایت از این داشت که استحاله جامعه صنعتی کاملا امکان پذیر به نظر می رسد. و امید زود گذر برای ترکیب کردن خوشبینی و همبستگی اجتماعی که در مبارزات انتخابی رابرت کندی در بهار سال 1968 دیده میشد در واقع باستاب دهنده یک تلاش نهایی برای ساختن یک آمریکای عادلتر و شریفتر بود این تلاش تو با تلاش مارتین لوتر کینگ برای متحد ساختن جنبش حقوق مدنی با عدالت اجتماعی و اقتصادی و مخالفت با جنگ ویتنام چه بسا آخرین بخت برای پیروزی سوسیال دموکراسی در ایالات متحده آمریکا بود آن انقلابی که رزمندگان و دانشجویان فرانسوی در می 1968 تصورش را می کردند رخ نداد کما اینکه چنین انقلابی هرگز نمی توانست رخ دهد اما فرصتها برای ایجاد تغییرات عظیم و واقعی و حقیقی بودند هرچند که نهایتا تحقق پیدا نکردند اریک هابزبوم اندیشمند غربی به درستی می گوید که و اگر یک لحظه خاص در آن سالهای طلایی بعد از 1945 وجود داشته باشد که در تطابق با خیزش سراسری و همزمانی باشد که انقلابیون بعد از سال 1917 هموار رؤیای آن را در سر می این لحظه مطمئنن سال 1968 بود. در این مقطع زمانی دانشجویان از آمریکا و مکزیک در بلوک غرب گرفته تا لهستان و چکوسلواکی و یوگسلاوی در بلوک سوسیالیست به نحو گسترده ای از تقیان استثنایی و بی می 1968 در پاریس که باید آن را مرکز یک قیام دانشجویی بین نامید تهیج و برانگیخته شدند. اما از آنجایی که این انقلاب رخ نداد یورش دهه شستی ها با شکست روبرو شد همانطور که چگوارا در جنگل های بولیوی با شکست روبرو شد و این هم تقریبا اجتناب ناپذیر بود که اگر نسل دهه شست و نماد آن یعنی چگوارا قرار بود یک رد پای واپسین برای آیندگان به جا بگذارد این رد پا الزامن باید ذات و ماهیت دیگری می داشت. ذات و ماهیتی که نباید سیاسی یا ایدئولوژیک می بود. چه و دنبال روهای او برای به جا گذاشتن یک ماترک سیاسی مجبور بودند در جایی در زمانی و به طریقی برنده می شدند. اما آنها به چنین پیروزی دست نیافتند هرچند که این قضاوت ممکن است نامنصفانه به نظر بیاید. حتی در سال 1968 نیز پیروزی دور از دسترس آنها بود. در بولیوی و در سراسر آمریکای لاتین کودتاها و استراتژیهای ضد شوریشی پیروز از کار درآمده بود در فرانسه و ایتالیا اصلاحات اجتماعی گسترده و عکسالعملهای کارانه شعله های انقلاب را خاموش کرده بود در چکسلواکی تانگ ها و سرنیزه های سربازان برژنوف هر احتمالی برای انجام اصلاحات را از بین برده بودند و در آمریکا ذهنیت عملگرای هیئت حاکمه آمریکا ترجیح داده بود که با اذعان به شکست در ویتنام جلوی ضررهای بیشتر را بگیرد به این ترتیب چگوارا به جای رفتن و آرمیدن در یک آرامگاه فرعونی به روی تیشرت ها، ساعت ها و لیوان های آبجو رفت. جوانان انقلابی دهه شست که چگوارا مظهر و نماد آنها بود نتوانستند ساختارهای بنیادین سیاسی و اقتصادی جوامع خود را تغییر دهند اما تأثیرگذاری آنها به محدودهای های قدرت و جامعه تن از یافت. چه و طرفداران جنبش هایی که وی سمبل و نماد آنها بود با توجه به افکار و باورهایشان بیشک مسیر نخود را که تغییر در ساختارهای بنیادین سیاسی و اجتماعی جوامع بود ترجیح می دادند. آنها در پی ایجاد یک انقلاب سیاسی بودند و این آن چیزی بود که به خاطرش جنگیده بودند اما در پایان حقیقت و جانمایه اصلی آن دوره زمانی که چگوارا تجسم بخش آن بود دقیقا در قلم روی دیگری نمود یافت. قلم روی کمتر نمایشی، کمتر رومانتیک، کم فوریتر اما دائمیتر و گستردهتر و به همان اندازه پرمعناتر. چگوارا امروزه یک شمایل فرهنگی به حساب میآید زیرا وی مظهر و نمونه اعلای زمانه ای است که عمدتا راهها ها و مسیرهای فرهنگی را به روی آیندگان گشود تا راهها و مسیرهای سیاسی را در دهه شست سیاست و فرهنگ با هم تلاقی کردند اما فرهنگ دوام یافت و سیاست نه دهه شستی ها عمدتا بر قلم روی قدرت و اختیارات اثر گذاشتند بر قلم روی کانال های بی انتها و پرپیچ و خمه قدرت تأثیر آنها فراسوی حکومت است که حیات بشری را در جوامع مدرن محدود منظم و طبق بندی می کنند. دستاورد نخست دهه شستی ها در هر جامعه ای شناسایی وجود قدرت در فراسوی حیطه های سیاست اقتصاد و حکومت است. دستاورد دوم دهه 60ها شناسایی ضرورت مقاومت در برابر قدرتهای سیاسی و اقتصادی حاکم امهای امتیازات صاحبان این قدرتها و به چالش طلبیدن مشروعیت آنها و نفی استمرارشان است این دیرپاترین میراث دهه شست است میراثی که کماکان اهمیت خود را حفظ کرده و به نحو غافلگیر کننده ای همچنان حسرت برانگیز است چگوارا به شکل کامل و بیکم و کاستی مظهر و نمونه اعلای این تقیان فرهنگی بود. مردی که نقط نظرات سیاسیش کلیشه و قراردادی به نظر می رسید اما روی کردش نسبت به قدرت و سیاست در بردارنده وجوه هماسی و منحصر به فردی بود. دهی شستی ها همچنان امروز نیز با ما هستند درست به همان دلیلی که تصاویر چگوارا همچنان در سراسر دنیا هویدا و آشکار باقی مانده است دهه شستی ها همچنان با ما هستند زیرا آنها باعث یک شورش فرهنگی برگشت ناپذیر در بخش مدرن جهان شدند چیزی در سال 1968 تغییر کرد و جهان از این پس هرگز دوباره مثل قبل نشد این شورش فرهنگی بسیاری از روابط را تغییر داد رابطه میان جوان و پیر، زن و مرد، سلامت عقل و جنون، سلامت و بیماری، ذهنیت قدرت و عینیت قدرت، معلم و شاگرد، سیاه و سفید و حتی فقیر و غنی. شاخصترین ما ترک های دهه شستی ها را میتوان این گونه فهرست بندی کرد. آزادی در رفتارهای جنسی، آزادی در نحوه لباس پوشیدن، آزادی در سلایق موسیقیایی و بسری، جسارت و گستاخی در برابر هرگونه اقتداری و فراسوی همه اینها به رسمیت شناختن دیگری. چگوآرا را میتوان درست در جایی یافت که او به آن تعلق دارد. در کنج ها و گوشه های برای شمایل های فرهنگی و نمادهای قیامهای اجتماعی نمادهایی که به اعماق روح جامعه نفوذ میابند و در جرفترین رخنه ها و شکاف هایش رسوب می کنند. اگر در زندگی روزمره بسیاری از ما همچنان معدود وجوه جذاب و رهایی بخشی به چشم میخورد این همه را باید مرهون دهه شستی ها و چگواره باشیم که بهتر از هر کس دیگری تجسم بخش عینی این دهه بود درست است که گوارا به خاطر اهداف دیگری جنگید و کشته شد اما اثرات ناشی از نبرد او در خارج از اراده و خواست وی بود او تنها محکوم بود که مثل او تنها محکوم بود که مثل معدود افراد دیگری در زمانه اش مرگی را تجربه کند که آرزویش را داشت و زندگی را زندگی کند که همیشه رؤیای آن را در سر می پروراد. پایان کتاب چگوارا قسمت آخر این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده است